انواع و اقسام جفتگیری ها یا آمیزش ها یا تلاقی ها در کبوتر رو گفتیم میشه به دو گروه کلی تقسیم بندی کرد، یکی آمیزش های خویشاوندی یا تلاقی هایی هستند که دو کبوتری که در جفتگیری شرکت می کنند رابطه خویشاوندی دارند. رابطه خویشاوندی یعنی چی؟ گفتیم که کبوترهایی که از نظر ژنتیکی ژن‌های مشابهی رو دارند و در واقع رابطه فامیلی یا خانوادگی رو دارا هستند، در صورتی که جفتگیری کنند در زیرگروه آمیزش های خویشاوندی یا اینبریدینگ طبقه بندی میشن. و نوع دوم آمیزش های غیر خویشاوندی هستند، یعنی در صورتی که تلاقی ها بین کبوترانی صورت بگیره که در بین 5 تا 6 نسل گذشته خودشون هیچ جد یا اجداد مشترکی نداشته باشند. و در داخل هر کدام از این دو گروه کلی آمیزش های خویشاوندی و غیر خویشاوندی زیرگروه هایی وجود دارند که الان بهش میرسیم.